با یه پاس پشت مدافعان، گل گل. نه، میریم سراغ فوتبال. این چند روز ایرانی ها مرتب کنفدراسیون فوتبال آسیا رو به سیاسی کاری متهم کردن. چقدر به نظر تو چنین ادعایی منطقی میاد؟ واقعا منطقی نیست. بله، به نظر ما هم منطقی نیست. وقتی رئیس فدراسیون جهانی فوتبال خودش زده تو گوش 100 میلیون دلار ناقابل، وقتی خود سپ بلاتر آمار رشوه گرفتن ها رو داشته، وقتی مسئولین اصلی فدراسیون جهانی دومینوی زیر رو کشیدن، توقع دارید که کنفدراسیون آسیا مثلا با ایران چه برخوردی بکنه؟ افتضاح انقدر پابلو بود که خود فیفا رسما اعلام کرد فساد فوران میکند. این برای نخستین بار است که فیفا رسما دست داشتن مدیران سابق خود را در رسوایی های فساد مالی تایید میکند. مسئولین فدراسیون فوتبال تو آسیا بهونه‌شون اینه که تو ایران امنیت نیست، پس باید بازی‌ها تو کشور بی‌طرف انجام شه. بهونه مسخره، اینو خودشون هم میدونن. وگرنه هر کی اومده ایران تایید میکنه که ایران خیلی هم امنه. مثلا پتی بازیکن بسکتبال شهرداری گرگان میگه که همیشه در ایران احساس امنیت کردم، زیرا مردم ایران با من مهربان هستند و خیلی هم به من لطف دارند. یا مثلا برانکو مربی فوتبال میگه که من بیش از 4 سال در ایران بودم و مشکلی نداشتم و همین حضور طولانی بهترین پاسخ برای رفع ابهامات در خصوص امنیت ایران است. چرا این قانون فقط واسه ماست؟ عربستان و بحرین و فرانسه و کلی کشور دیگه که درگیر جنگ و درگیری داخلی هستن چرا میتونن میزبان باشن؟ آیا زمین چمنهای ما خاردار است؟ چرا ایشون فقط کنه سعودی ها رو نامیندازه؟ چون اونا پول میدن؟ پول میخوای؟ بیا بلم کنین، مال خودته، فرشتار فقط کنه مونم را بنداز، بلم کنین. خانوم ها و آقایان، دیدین چه تهمت هایی به من زد. گفت سعودی ها به من پول دادن، اما اصلا اینطوری نیست. واقعیت چیز دیگه ایه. هر کی شیرینی بده کارشو را میندازیم.